شاید دیدن نخاله‌های ساختمانی پراکنده در کنار جاده‌ها، حاشیه شهرها و زمین‌های کشاورزی عادی شده باشد، آنقدر که دیگر موزلی برای محیط زیست به حساب نمی‌آیند. رکود در بازار ساخت و ساز و مسکن بعد از سال‌های 90-91 باعث شد تولید این نخاله‌ها در استان تهران کمی کاهش پیدا کند. پیش از آن میزان نخاله‌ای که در استان تهران جمع‌آوری می‌شد، به جز مواردی که به صورت غیرقانونی تخلیه می‌شدند، 63 هزار تن در روز بود که از سال 91 به بعد این رقم به 40 هزار تن کاهش پیدا کرد. سهم شهر تهران از این رقم حدود 35 هزار تن است. برخی از اقلام این نخاله‌ها مثل در و پنجره که راحت‌تر تفکیک می‌شوند، می توانند دوباره در چرخه مصرف قرار گیرند. نوعی از این نخاله ها که به نام خاک مخلوط شناخته می شود و حاصل خاک برداری و گود برداری است، در کل استان تهران بازیافت می شوند و در نهایت به شنوماسه درجه 3 و 4 تبدیل می شوند. این نخاله ها 20% از کل نخاله ساختمانی استان تهران را تشکیل می دهند و تمام آن نیز بازیافت می شود. مشکل اصلی نخاله های ساختمانی پسماند آوار است که بازیافت نمی شود و در محل‌های مشخص دپو می‌شود. در حال حاضر در استان تهران تنها یک شرکت کار بازیافت نخاله ساختمانی آوار را انجام می‌دهد. این شرکت در گود آبلی مستقر شده و سالیانه 1 میلیون تن از این نوع نخاله را بازیافت می‌کند. البته این میزان بازیافت پاسخگوی نیاز شهر تهران نیست. دو شرکت دیگر هم برای بازیافت نخاله آوار مجوز دریافت کردند. با این وجود باز هم به مراکزی برای بازیافت این نخاله در شهر تهران نیاز داریم. گاهی این پسماندها در زمینهای کشاورزی تخلیه می شوند تا کاربری آن تغییر کند. گاهی هم کنار این زمینها ریخته می شوند و مشکلات زیادی برای کشاورزان ایجاد می کنند. درست است که نخاله ها در مقایسه با سایر پسماندها عوامل خطرناکی کمتری دارند. با این حال داخل آنها پسماندهایی مثل رنگ، سمق، چسب و در نخاله بناهای قدیمی آزبست وجود دارد که ماده سرطان زاست. اینا همه صدمه میزنه، این آشغالا، این یادان، همه شیمه، همه سم، همه نفت، گازاویله. خود ما اینجا بوی اینا با نفس‌تنگی میگیره، اصلا کلا بوی اینا با خود وضعیت میگیره.